ناقوس کلیسه ها در اورلاندو دقیقا یک هفته پس از شلیک های عمر متین در کلب شبانه پالز و صدا درآمد با آغاز روز خانواده های عزادار قربانیان این کشتار را به خاک سپردند nothing. Nothing. ما هیچ کار انجام نداده ایم. هیچ چیزی نکرده ایم. من شاهد کشتار بیش از حد مردم بیگناه بودم و خاموش ماندن سنا در این رابطه دیگر بحث است. دموکرات‌ها برای مدت 15 ساعت در مجلس سنا و سخنرانی پرداختند و خواستار رایگیری روی قانون طولانی مدت خرید اسلحه برای جلوگیری از خشونت شدند. کافی است کافی است ما به گونه معمول پیش برویم جمهوری خواهان اصرار دارند که تمرکز روی کنترل اسلحه گمراه کننده و مسیر است به سوی کجراه ما نیاز به یک استراتژی برای شکست دایش داریم که برای جلوگیری از این عملات در داخل کشور سر باشد اما در نهایت جمهوری خواهان توافق کردند که اواخر دوشنبه رای گیری صورت گیرد انتظار رای بر گزینه های جمهوری خواهان نیز می رود که حقوق صاحبان اسلحه را در نظر دارد اقدام مجلس سنا در کنترل اسلحه بعید است اقدام مجلس نمایندگان حتی بیشتر از آن Is going the با هدف قرار دادن زمینی دوم قانون اساسی چگونه می توانید توریسم را متوقف کنید؟ نخه این طریقی نیست که بتان با آن توریسم را متوقف ساخت. این دیدگاه توسط بزرگترین هواخواهان حقوق اسلحه در امریکا باستاب داده شد. این تصور که کنترل بیشتر اسلحه جلوی برخی از تون روان را می میگیرد که باعث قتل مردم بیگناه می شد و از اصل مسئله جدی این مشکل که ما با آن مواجه هستیم دور خواهد بود رئیس جمهور اوباما هفته گذشته در سخنرانیش در اورلاندو خواستار رفع اختلافات سیاسی شد. ما اعضای خانواده ها و والدین آزادار را در آغوش گرفتم و از آنها پرسیدم که چرا همچون اتفاق رخ می دهد. و آنها التماس کردند که تا ما کارهای بیشتری برای جلوگیری از کشتار مردم آما انجام دهیم آنها برای سیاست را ندارند دموکرات ها و جمهوری خواهان هر دو راست از آن دارند که حمله اورلاندو آخرین تیراندازی مرگبار در امریکا نخواهد بود لیلو ماه بزیمی، تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن